سلام رفقا، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه و هر کجا که هستید زندگی به کامتون شیرین باشه. مهدی هستم، میزبان و همراه شما در کانال. امشب قراره که با هم پرونده از ایران، شهر ری رو که مربوط به مردیه که زنی رو به صیغه خودش در میاره رو با هم بررسی کنیم. قبل از هر چیز خوشحال میشم اگه به این تیپ محتوا علاقه دارید، حتما صفحه ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. همچنین اگه دوست داشتید ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، چرا که با این کارتون باعث میشید خانوادهمون روز به روز بزرگ و بزرگتر بشه. بریم وارد پرونده بشیم تا ببینیم ماجرا دقیقاً از چه قراره. خب رفقا، اجازه بدید از ابتدا پرونده رو بررسی کنیم. حدوداً 12 سال پیش دختری به اسم مهسا با پسری به اسم سیروس بعد از اینکه مدتی با هم رفاقت داشتن تصمیم به ازدواج میگیرن و خانواده های هر دو نفر به این وصلت رضایت میدن و این دو نفر با هم ازدواج میکنن و زندگی مشترک خودشون رو شروع میکنن. مهسا با وجود رفاقتی که حتی از قبل هم با سیروس داشته اما اونو زیاد نمیشناخته و تازه بعد از ازدواج کم کم روحیات سیروس دستش میاد و اوائل زندگی اونا روزای خیلی خوبی داشتن و همون سال هم تصمیم به بچه دار شدن میگیرن و اونا صاحب یه پسر بچه میشن و اسمش رو مازیار میذارن. ولی دقیقاً بعد از بچه دار شدن مهسا بوده که مشکلات و اختلافات خانوادگی بین اون و سیروس شروع میشه و با هم دیگه سر موضوعات مختلف جر و بحث میکنن و دقیقاً هم معلوم نبوده که مشکل سیروس چیه. ولی بعد از مدتی که مازیار تقریباً یه سالش میشه اونا تصمیم به طلاق میگیرن و به صورت توافقی از هم جدا میشن و طی این توافق بچه پیش مهسا میمونه و سیروس مقداری از مهریه مهسا رو هم میده. خانواده مهسا اما سعی میکنن که کنار دخترشون باشن و بهش میگن که حالا که جدا شدی بهتر برگردی به خونه خودمونو، یه دونه هم بچه داری و زندگی برات سخت میشه. اما مهسا قبول نمیکنه و تصمیم میگیره که توی همون شهر ری یه خونه اجاره کنه و تنهایی با بچهش به زندگی خودش ادامه بده. مدت ها از این ماجرا میگذره و شرایط مهسا به لحاظ مالی بدتر و بدتر میشه و از طرفی از خانوادهش هم کمک نمیگیره و سعی میکنه که برای خودش کاری پیدا کنه و از این طریق پول در بیاره. اما خب متاسفانه خیلی هم موفق نمیشه و اون توی این راه خیلی اذیت میشه و از طرفی از پس هزینه های مازیار هم بر نمیاد. برای همین تصمیم میگیره تا پسرش رو به پرورشگاه ببره. مازیار مدتی توی پرورشگاه میمونه و حالا مهسا توی خونه فقط خودش بوده و مشکلاتش هم کمی کمتر شده بوده که این وسط خانوادهش متوجه این موضوع میشن و سر این قضیه به شدت عصبی میشن. برای همین به دخترشون کمک میکنن و مهسا دوباره مازیار رو از پرورشگاه میاره خونه و حالا شرایطش کمی بهتر میشه. خونه خانواده مهسا اینا اما تو نزدیکی‌های خونه خودش بوده و بعد از این ماجرا تصمیم میگیره تا هر از گاهی به خونه‌شون بره و یه جورایی از تنهایی هم در بیاد، چون از این بابت توی خونه خودش اذیت می شده و اون چند باری به خونه پدر و مادرش رفت و آمد داشته. اما این وسط اتفاقی می افته و باعث می شه که مسیر زندگی این دختر عوض بشه. خانواده مهسا با یه پسری به اسم سامیار از اونجایی که خانواده‌اش رو میشناختن باهاش ارتباط خانوادگی داشتن و سامیار به خونه اونا رفت آمد داشت و تو همین حین هم اون با مهسا آشنا میشه و از طرفی یه جورایی خانواده مهسا میخواسته که این دو نفر با همدیگه آشنا بشن.
برای همین مهسا و سامیار یه مدتی با هم ارتباط داشتن تا اینکه این دو نفر تصمیم میگیرن یه جورایی برای اینکه همدیگر رو بهتر و بیشتر بشناسن ارتباطشون بیشتر از قبل بشه و اونا تو یه کافه با هم ملاقات میکنن و اونجا سامیار با کلی مقدمه چینی نهایتاً به مهسا میگه که به صیغه اون در بیاد و این زن میگه که باید فکر کنه و حدوداً بعد از 2 روز از این ماجرا مهسا قبول میکنه که صیغه سامیار بشه و از اون به بعد این پسر به خونه خود مهسا رفت آمد داشته و دیگه به خونه پدری اون نمی رفته. اما مهسا برای بار دوم داشته یه اشتباه و تکرار می کرده. اون این بار هم شناخت چندانی از طرف مقابلش که این بار سامیار باشه هم نداشته و نمی دونسته که این پسر چه تیپ شخصیتی یا اخلاقی داره و از طرفی سامیار قبل از این که مهسا رو صیغه خودش کنه فاز آدمای با شخصیت رو گرفته بوده و همین هم باعث شده بوده که این زن دوباره اشتباه کنه و خیلی طول نمیکشه که اتفاقا متوجه اشتباهش هم میشه. سامیار برعکس اون چیزی که نشون داده بوده آدم شکاک و بدبین و عصبی بوده و توی رفت آمداش به خونه مهسا کم کم این اخلاقای خودش رو بروز میده و مهسا متوجه این موضوع میشه و اون توی خونه مهسا با این زن جلوی پسرش خیلی بد رفتاری می کرده و همین باعث میشه که مهسا رفته رفته از این اخلاقای سامیار گله کنه. یه روز که این پسر توی خونه بوده مهسا شروع میکنه به حرف زدن با اونو بهش میگه که بعضی از اخلاقایی که داره خیلی بده و باید اونا رو درست کنه، اما این حرف زدن نتیجه عکس میده و متاسفانه سامیار از حرفای مهسا عصبی میشه و شروع میکنه به مغلطه کردن. مهسا هم که میخواد جواب اون رو بده این پسر روی اون دست بلند میکنه و اون رو اونجا به شدت کتک میزنه. مهسا که از این قضیه خیلی ناراحت میشه تصمیم میگیره تا یه مدتی سکوت کنه و حرفی نزنه تا شاید یکم اوضاع بهتر بشه، اما بهتر که نمیشه که هیچ، بدتر هم میشه و سامیار از اونجا که شکاکم بوده بعد از این ماجرا شروع میکنه به گیر دادن به مهسا. اون به مهسا میگه که تو از کجا میدونی که این اخلاقای من بد و باید چه اخلاقایی داشته باشم و مشخصه که تو با مردای زیادی رابطه داشتی و باید اعتراف کنی که موقعی که تنها بودی کیا رو آوردی توی خونت و با کدوم مردا رابطه داشتی. اما مهسا با شنیدن این حرفا به شدت عصبی میشه و جواب سامیار رو میده. مهسا بهش میگه که به تو ربطی نداره و حالا از امروز تو دیگه توی زندگی من نیستی و باید بری بیرون. اما مگه این پسر کوتاه میاد؟ اون بیشتر مهسا رو تهدید میکنه و بهش میگه یا میگی که با کدوم مردا رابطه داشتی یا من پسرت مازیار رو با اسید آتیش میزنم. این زن از اونجا که به شدت از سامیار میترسیده برای همین اونو تهدید میکنه که اگه از زندگیش نره بیرون ازش شکایت میکنه و اونو به زندان میندازه. ولی مگه اصلا این پسر به تهدید مهسا اهمیت میداده؟ تا اینکه یه روز که سامیار با ماشین بوده مهسا و پسرش رو میبینه و اونا رو به زور سوار ماشین میکنه. این پسر واقعا هم یه ظرف اسید آماده کرده بود و توی ماشین نگه میداشته. اون اونجا مهسا رو دوباره تهدید میکنه که اگه اعتراف نکنه بچه رو آتیش میزنه. اما مهسا میگه که فقط کافیه به بچه‌م دست بزنی، من ازت شکایت کردم و پلیس دارت میزنه. همینم باعث میشه تا سامیار عصبی بشه و اون دبه اسید رو بر میداره که بریزه روی مازیار که مهسا شروع به داد و بیداد میکنه و میگه باشه اعتراف میکنم و حتی شماره های اونها رو هم بهت میدم، ولی گوشی موقعی که رفتم ازت شکایت کنم توی کلانتری جا مونده و باید بریم گوشی رو بگیرم. بعد سامیارم قبول میکنه و اونا به کلانتری میرن و مهسا که به دروغ همچین حرفی زده بوده سری پیاده میشه و میره توی کلانتری
کلانتری و به مامورای اونجا میگه که همچین اتفاقی داره میفته و دوتا مامور با مهسا میان به سمت ماشین سامیار و بعدم که اونجا دبه اسید رو پیدا میکنن صورت جلسه میکنن و برای سامیار پرونده تشکیل میشه و بعدم مهسا با پسرش با یکی از نیروهای کلانتری به خونهشون میرن و سامیار چند ساعتی توی کلانتری میمونه و بعدم آزاد میشه. اما ماجرا به اینجا ختم نمیشه و سامیار که حالا کینه‌ای هم شده بوده یه دبه بنزین آماده میکنه و بلند میشه میره خونه مهسا و کلن بنزین رو سر مهسا و خونه خالی میکنه. بعدم بچه مهسا رو میبره توی اتاق و در رو میبنده و بعدم یه فندک روی زمین میزنه و وقتی که مهسا شروع میکنه به آتیش گرفتن از اونجا فرار میکنه. مهسای بیچاره که اما توی آتیش داره میسوزه و از طرفی داد و بیداد میکنه به زور خودشو پتو پیچ میکنه و خاموش میکنه و این وسط با داد و بیدادای اون همسایه ها از راه میرسن و سریع آتیش خونه رو خاموش میکنن و بعدم به آمبولانس تماس میگیرن و مهسا به بیمارستان منتقل میشه. خوشبختانه شدت سوختگی این زن خیلی بالا نبوده و اون فقط از ناحیه سینه و دست و صورت تا حدودی سوخته بوده، اما زنده میمونه و از طرفی یکی از همسایه ها که خونه پدر مادر مهسا رو میشناخته بچهش مازیار رو بعد اینکه مهسا رو به بیمارستان منتقل میکنن به اونجا میبره و ماجرا رو به اونها میگه. خانواده مهسا اما سریع خودشون رو به بیمارستان میرسونن و بعدم کارای پذیرش و بیمارستانی این دختر رو انجام میدن و مهسا مدتی توی بیمارستان میمونه. اما بعد از اینکه حالش کمی بهتر میشه تیر سال 1400 تصمیم میگیره تا به اداره پلیس بره، از سامیار شکایت کنه. اون توی اداره پلیس همه چیزو به مامورا میگه و بعد از ثبت این گزارش نیروهای پلیس تحقیقات خودشون رو شروع میکنن و طی عملیاتی سامیار بازداشت میشه. این پسر اما تو اعترافات خودش توی اداره پلیس حرفای عجیبی میزنه. اون میگه من اتفاقی مهسا رو توی خیابون موقع مسافرکشی شناختم. این مهسا بود که به زور میخواست با من رابطه داشته باشه و اصلا تنهایی رو دوست نداشت و اون میگه مهسا به هم میگفت صیغه هم نشدیم فقط با من باش و تنهام نذار. بعد از اینم که با هم وارد رابطه شدیم من اصرار به صیغه داشتم و بعد هم ازدواج موقت کردیم، اما تازه فهمیدم که این زن شوهر داشته و با مردای زیادی هم رابطه داشته، برای همین نمیخواسته که صیغه من شه. اون حتی به شوهرش هم هیچ تعهدی نداشته و پسرش رو هم رها کرده بود و به پرورشگاه سپرده بوده. اما با این حرفای سامیار نیروهای پلیس کمی گیج میشن، برای همین تصمیم میگیرن تا تحقیقات خودشون رو همچنان ادامه بدن و ببینن که آیا سامیار درست میگه یا نه، که با حرفای خانواده مهسا و همسایه ها مشخص میشه که این پسر داره دروغ میگه و همچین چیزی اصلا وجود نداره و مهسا 7 سال قبل از شوهرش جدا شده بوده و پسرش رو هم برای مدت کوتاهی به خاطر مشکلی که داشته به پرورشگاه سپرده بوده و بعدن اونو پیش خودش آورده. نیروهای پلیس اما با مشخص شدن این موضوعات پرونده سامیار رو تکمیل میکنن و اونو به دادگاه میفرستن و دادگاه این پسرم برگزار میشه و اول دادگاه مهسا درخواست اشد مجازات میکنه و قاضی پرونده شواهد و مدارک موجود توی پرونده رو بررسی میکنه و از اونجایی که جایی برای دفاع این پسر وجود نداشته سامیار به اتهام ضرب و جرح غیر عمدی و اقدام به قتل به 10 سال حبس و همچنین به خاطر خسارات و ضرر و زیان جانی و مالی که به مهسا زده بوده به
پرداخت دیه و جبران خسارت محکوم میشه. خیلی مخلصیم رفقا، رسیدیم به انتهای پرونده. خوشحال میشم نظراتتون رو توی قسمت کامنت ها برام بنویسید و پیشنهاد میکنم که حتما این پرونده که مربوط به پسریه که بعد از 10 سال به دختر مورد علاقش میرسه رو حتما ببینید.